با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی. اینجا شهر زیبای تبریز هستش و ما داریم جاذبه های دیدنیش رو بهتون معرفی میکنیم. خانه که الان در اون قرار گرفتیم به نام خانه امیر نظام گروسیست یا موزه قاجار و خانم غیبی کارشناس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهر تبریز که قراره از این مجموعه برامون بگن. سلام علیکم، شما رو بینندگان همسفر میشنویم. سلام عرض میکنم، بهترین سلام ها، گرمترین سلام ها رو خدمت همه بینندگان برنامه همسفر تقدیم میکنم و خوشحال هستم که از راه دور از تبریز محضر شما برای معرفی یکی از زیباترین و منحصر به فردترین خانه های دوره قاجاریه عصر ناصرالدین شاه خدمتتون خواهم بود. بله خانم غیبی، حیات بسیار بزرگ و زیبایی رو داریم میبینیم و جوی آب و معماری غنی که اینجا حاکمه. برامون توضیح بدید که این خانه مربوط شخصیتی هستش و از معماریش بگین و اینکه آیا این محوطه حیات اولیه یا بیرونی این خانه بوده یا بعدها الحاق شده به این خونه. بله خواهش میکنم، ما در محضرتون هستیم در حیات بیرونی خانه امیر نظام گروسی که از شخصیت‌های کاردان شایسته و پیشکار ایالت آذربایجان در دوره ناصرالدین شاه است. اینجا یکی از خانه‌هایی هست که به سال 1298 برای میزبانی مهمانانی که از تهران به عنوان خب عیان و اشراف در تردد بودند در دارالسلطنه تبریز، برای میزبانی ایشون حالا آقای امیر نظام گروسی که پیشکار و بالاترین مقام دوره ناصرالدین شاه در ایالت بودن، جهت رتق و فتق امورات حکومتی یک امارت حکومتی رو بنا کرده. بله در حیات بیرونی هستیم که وسط حوض، اطراف باغچه، سبک معماری به سبک معماری دوره قاجاریه هست که دارای دو طبقه، یک حوضخانه 1500 متر مربع با اتاقهای گوش واره‌ای شاهنشین، پنجره‌های عروسی دو جداره با چهار رنگ اصلی طبیعت و رنگ‌هایی که هر کدوم یک خاصیت ویژه‌ای داشتن، تنبیه‌ها جداگانه، راه پله‌ها جداگانه برای ورود و خروج و تردد عیان و اشراف بوده. درسته. خانم غیبی، مساحت این خانه چند متره؟ 1500 متر مربع با اتاق‌های گوشواره‌ای در دو ضلع غربی و شرقی و خب اتاقی که به عنوان تنبی یا شاهنشین محل سر و غذا بوده و اتاق‌های گوشواره‌ای جهت قرار دادن ساک‌های مسافران در این. تناقضی که در معماری این خانه با جاهای دیگه در دوره قاجار می‌بینم، حیات غیر مشجر، یعنی درختانی رو من در این حیات نمی‌بینم. حالا درختچه‌های مشخص هست که تازه کاشته شدن، ولی درخت‌هایی که قدمت داشته باشن رو نمی‌بینیم. اینجا باغ نبوده؟ از اونجایی که شهر تبریز به داشتن باغ‌های بسیار سرسبز معروف بوده، به احتمال خیلی زیاد و نزدیک به یقین اینجا خب چرا امکان وجود درخت‌هایی که به صورت خب باغ باشه وجود داره.
پشت این مجموعه هم حیات باز میمونه، اونجا هم عمارت دیگه. حیات اندرونی. ما با توجه به وجود فرهنگی که در دوره قاجاریه داریم، از لحاظ وجود مسئله محرم و نامحرم که خیلی مقید بودن، حجاب کاملی که از این دوره در چادرهای قاجاری ما می‌بینیم که کمربندی داشتن به کمر مچ می‌شده، نقابی که زنان در این دوره داشتن یا ورودی‌هایی که برای خانم‌ها زنان مردان جدا بوده، خب نشون میده که حیات اندرونی بیشتر مختص استفاده خانم‌ها بوده. طی اسناد عکس‌هایی که ما از این دوره داریم خب نشون میده که بیشتر خانم‌ها در این حیات اندرونی و بناها و اتاق‌هایی که هست سکونت داشتن و احتمال میره محل زندگی عائله آقای امیر نظام گروسی باشه حیات اندرونی. خیلی ممنون، تشکر از توضیحاتی که در مورد مجموعه خانه امیر نظام گروسی دادین. اما فضایی که ما در اون قرار گرفتیم الان تبدیل به موزه قاجار شده که البته طبقه فوقانی اون در دست تعمیر هستش و دارن مرمت میکنن و طبقه زیر اون مجموعی از موزه هستش و وسایلی که مربوط میشه به دوره عصر قاجار. همسفر ما باشین تا با این مجموعه نفیس بهتر و بیشتر آشنا بشین. ما الان در قسمت زیرزمین موزه قاجار هستیم و فضایی رو داریم تجربه میکنیم که بیشتر به موزه مردم شناسی شبیه هستش. یعنی ما لباسهایی که مربوط به دوران قدیم هستش و همینطور زندگی عشایری که در اطراف شهر تبریز زندگی میکردن رو تو این غرفه میتونیم ببینیم. علاوه بر اون معماری خیلی خاصی هم داره این مجموعه. ولی دوتا چیزی که من اینجا میبینم و سنخیت زیادی با آثار تاریخی نداره رو میخوایم خانم غیبی برامون توضیح بده. یکی اینکه کفپوش‌ها جدیده و اصلا فضای قدیمی رو اینجا احساس نمی‌کنم. خانم غیبی برامون بگین که چرا این ساختمون به این شکله، یعنی تو قسمت زیرزمینش، و بعد در مورد اشیایی که اینجا هست برامون توضیح بده. ما در ضلع غربی حوزخانه در طبقه زیرزمین خانه آقای امیر نظام گروسی در غرفه‌ای که با نام عشایر و لباس هست خدمتتون هستیم. با توجه به احتیاجی که برای معرفی سلسله قاجار وجود داشته، از این رو غرفه‌ای با نام عشایر و لباس رو ترتیب دادیم که لباس‌های محلی این طایفه، طرز زندگیشون، اسباب زندگیشون، دیگ و سماور و سربندها، دستبندها یا عروسی‌ها، کفش‌های مخصوص، لباس‌های شلیته‌ای این دوره و در کل چیزهایی که الان با نام طباق یا چیز یک تخته‌های بزرگی بودن که توی مراسم خودشون وسایل رو روش می‌چیدن و در مراسم شادی‌هاشون برای عروس، برای طبق، عروس برای داماد، داماد برای عروس، وسایلی مثل حنا، مثل میوه و برای بزرگداشت و ارزش دادن به عروس و داماد برده می‌شده در این غرفه هست. ورنی و گیلیم و زیلور اینجا داریم می‌بینیم. ورنی و گیلیم و بله پشتی‌ها، پارچه‌های مختص که حالا الان در اسکو با کار دست زنان زده میشه، نمونه‌هایی از روسری‌هایی که خیلی زیبا در ویترین‌ها شما غرفه‌ها مشاهده می‌فرمایید، نمونه‌ای از همان البسه‌ها و وسایلی هستند که در دوره قاجار در این دوره مورد صحبت ما مورد استفاده بود. به هر ترتیب الان مورد استفاده هست این لباس‌های بله منسوخ شده. بله هست. الان ما طایفه شاهسون‌ها رو داریم در قسمت اردبیل، ورزگان، کلیبر که این لباس‌های سنتی مخصوصاً در اردبیل خیلی کاربرد داره، مورد استفاده است. روسری‌هایی که مشاهده می‌فرمایید الان در اسکو به عنوان صنایع دستی و خیلی هم استقبال میشه، چون روسری‌های بزرگ هستن و کار دست هست، چاپ دست است. بسیار عالی. غرفه بعدی که قرار معرفی کنیم چه غرفه ایه؟ اگر اجازه بفرمایید، اوج زیبایی این بنا در حوزخانه هست که یک حوز هشت‌پر
که نقطه ثقل بنا هم در همین حوضخونه هست، روی 4 تا بنا ایستاده. این غرفه بسیار زیبا که غرفه رجال و فرامین هست، در خدمت باشیم. بفرمایید. ما الان در حوضخانه هستیم و مرکز زیرزمین خانه یا موزه قاجار که فضای بسیار زیبا هستش با معماری خاص خودش. خانم غیبی برام توضیح بدین که معماری این قسمت به چه شکلی هستش؟ ستونهایی که دارم میبینم سنگی هست و فضای زیبایی رو داره اینجا، در عین اینکه خیلی هم ساده هستش، هیچ نقاشی گچبری و فضای خاص رو اینجا نمیتونیم ببینیم. بله، خواهش میکنم. اوج زیبایی این بنا در حوضخانه هست که با سقف گنبدی شکل، با یک حوض 8 پر، پنجره هایی که رو در روی هم در تابستان و زمستان جدا کاربری های خاصی داشته. این حوضخانه با توجه به تمول و ثروت صاحب خانه، حوضش بسته به همون ثروتی که داشته یا جایگاه و ارزشی که در اون دوره داشته، به تناسب اون تعداد پرهاش فرق میکنه. مردم عادی در این دوره حوضهای دایره‌ای داشتن که از لحاظ استحکام خیلی بالا بوده، ولی مردانی که صاحبان و مالکانی که صاحب مقام و منصب و ثروت بودند، بسته به همون تعداد پنجره های شاهنشین یا تنبی هاشون با حوضخانه، تعداد پره هاشون زیادتر می شده. این حوضخانه اینجا 8 پره و پنجره های شاهنشین طبقه بالا که در برخی حالا خانه ها 5 در هستند، برخی 7 در هستند. این پنجره ها تعدادش رو بشمارید، ما در قسمت شاهنشین 7 در داریم که نشان از جلال و جبروت آقای امیر نظام صاحب و مالک خونه رو میرسونه. حوضخانه همونطور که مستحضر هستید، منطقه آذربایجان از همون ابتدا زمستان‌های بسیار سوزناکی داشته که خب باعث قطع شدن یا یخ بستن آب‌ها در زمستان می‌شده. این حوضخانه در زمستان با چیدن گل‌های شمدونی دور حوضخونه‌ها یا استفاده از آب این حوض در زمستان یک نوع کاربری داشته، با توجه به اینکه خب هوای معتدلی هم ایجاد می‌کرده در این طبقه. در تابستان‌ها هم به موقع مخصوصا دم ظهر که حالا دم می‌کرده، با باز کردن پنجره‌های رو در رو یک نسیم خنکی می‌پیچیده، باد ایجاد می‌شده. و مخصوصا نقطه مهم این که نقطه ثقل این بنا حوضخونه است و کل بنا روی 4 تا ستون وایستاده که با هنرمندی عزیزان متخصص ما، باز هم با حفظ همون ویژگی‌ها، این آجرکاری‌ها صورت گرفته. با پیچیدن جالب هست که انعکاس صدا رو داره این سقف گنبدی شکل، یعنی با توجه به پیچیدن صدای آبی که در حوض جاری بوده، حالت مدیتیشن به اتاقهای اطراف هم صدای آب میپیچیده، هم خنکی ویژه‌ای که عرض کردم. We'll be right back.
الان در کنار اون ویترین هایی که دور تا دور دیوار حوضخانه تماشا میکنیم اسنادی رو میبینیم. این اسناد مربوط به چه دوره هستش و شامل چه مطالبی؟ بله، غرفه رجال و فرامین در حوضخانه ترتیب داده شده. رجال و فرامین از همون 6 بزرگ مردی که در این حوضخانه قرار داده شده بچه تسمیهش گرفته شده، ولی فرامین و دستورات و دستخط هایی که ما از این دوره داریم در خطاب به مستشار و دوله میرزا یوسف خان، چهره کاردان شایسته و برجسته دوره ناصرالدین شاه که راه نجات ایران رو در داشتن قانون دانست، میرزا یوسف خان مستشار و دوله که معرف حضورتون هست اهل تبریز و جز شخصیت هایی بوده که مقاله یک کلمه که همان قانون یک کلمه در قانون است راه نجات ایران رو دانست. ایشان خیلی سفرهای بیشماری داشته و به عنوان فردی که در فرانسه عمر بیشترین مدت عمر خود را گذران، در کشورهای اروپایی دید که این کشورها دارای یک سری چارچوب، سیستم و قانونمندی هستند که مردم حق بهره برداری از حق خودشون رو دارن و از این رو آمد و 36 سال قبل از انقلاب مشروطه، 26 سال قبل از مرگ و ترور ناصرالدین شاه، مقاله‌ای به نام یک کلمه رو نوشت. از این رو در بررسی تاریخ دوره قاجاریه اگر ما به ریشه های انقلاب مشروطه برگردیم، چهره مستشار الدوله رو می‌بینیم که از رجال برجسته دوره ناصرالدین شاه به شما. در ضلع شرقی حوضخانه قرار داریم با 4 اتاق گوشواری و 2 کوریدور، از یک قسمت متصل به اندرونی و از در دیگه متصل به حیات بیرونی هست. غرفه هایی که در این قسمت هست شامل غرفه سنگ، بارود، اسلحه، زنبورک و کوریدوری که متصل به اتاق رجال و فرامین هست. ما در این غرفه هامون به معرفی اشیایی که از سنگ به صورت یک دست، از سنگ یشم و مرمر و تفنگ هایی که به صورت ساچمه‌ای و باروتی هست، باروددان هایی که جهت نگهداری بارود از جنس چوب و چرم و فلز و پوست کدو تنبل که روی اینها اشکال مختلف شیر و خورشید نشان از آرم و نشان دوره قاجار هست، روی یک شمشیر مرصع‌کاری شده یا طلاکوبی شده باز نقشه‌های اسلیمی و شیر و خورشید رو می‌بینیم که واقعا اوج زیبایی هنر در این دوره رو هم می‌رسونه. به یک مورد بسیار زیبایی که ما در این غرفه داریم زنبورک هست که لازم میدونم اشاره کنم. زنبورک نوعی وسیله جنگی بوده که روی شتر سوار میکردن، برای بالا رفتن خورجینی زیر پا میذاشتن. به فردی که این وسیله رو راه اندازی و با این شلیک میکرده زنبورکشی میگفتن. برای اولین بار این وسیله توسط نادرشاه در نبرد کرنال مورد استفاده قرار گرفت. مثل بقیه اسلحه های این دوره تیررس زیادی نداشته و در دوره تقریبا فتحعلی شاه و آقا محمد خان
کاربرد داشته تا دوره محمد شاه که استفاده از این وسیله با آمدن اسلحه های دیگری که خب عباس میرزا کارخونه های اسلحه سازی در خوی گذاشته بود تقریبا کم رنگ تر میشه استفاده از این وسیله و از دوره مشروطه به بعد نیز کلن برچیده میشه. که خدمتتون عرض کردم شهر تبریز رو در معرفی این بنا عرض کردم که شهر تبریز اهمیت دارالسلطنه‌ای داشته ولی احتاب پس از مرگ پادشاهان از تبریز راهی تهران می شدن به علت فاصله بسیار زیادی که از شمال غرب کشورمون که تبریز واقع شده بود تا تهران وجود داشت ولی اهدا و شاهزاده ها یک بار در تبریز تاج گذاری می کردن برای اینکه مدعیان سلطنت در تهران نتونن در تخت سلطنت بنشینن و بار دوم در کاخ گلستان در همان قسمتی که بالاخره برای این منظور در تخت در همون قسمت تخت مرمر وجود داره تاج گذاری انجام می گرفته. از این رو ما در غرفه سنگ همین مخصوصا تاج گذاری مظفرالدین شاه که یک بار در تبریز انجام گرفت سنگ نوشته هایی روی سنگ یک دست مرمر انجام گرفته و بازسازی شهر تبریز که مستظهر هستی شهر تبریز سه دوره زلزله بسیار وحشتناک داشته 224 هجری قمری 343 هجری قمری و 1093 هجری قمری که آخرین سال حکومت کریم خان زند بوده بازسازی های کلی که طی این سال ها انجام گرفت باز یک نوشته ای برای این احیا شدن شهر تبریز در غرفه سنگ ما مشاهده خواهید کرد. وسیله دیگه ما یک عصایی هست به شکل ماهی با سر سوت که از سنگ هست باز میتونید در غرفه سنگ مشاهده بفرمایید. تشکر میکنم از همه عزیزانی که در این برنامه ما رو همراهی کردن. به خدا میسپارم. ممنونم. اینجا حیات اندرونی خانه امیر نظام گرروسی هستش یا همون موزه قاجار و فضایی که شما مشاهده میکنید و الان هم در دست تعمیر هستش یک فضای بکر هستش و البته اینجا باغچه ها زیباتر و قشنگتر هستن. این فضا به هر حال گوشه ای از معماری غنی شهر تبریز هستش و همونطور که اشاره شد در قسمت بالا و شاهنشین الان در دست تعمیر هستش و اشیای اون به خزانه رفته تا انشاءالله به زودی دوباره اشیا به اینجا برگردن و موزه فعالیت خودش رو ادامه بده. این هم از سوژه و گزارش امروزمون که تقدیم نگاه مهربان شما بینندگان عزیز شد. تا فردا و سوژه دیگه شما عزیزان بیننده رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. 3085 رو فراموش نکنین. انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین ما رو مطلع کنین. همطور میتونین به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه‌های قبلی ما رو تماشا کنین. تا فردا سوژه دیگه. خدا نگهدار.